شروع کرد به گریه کردن. آنقدر گریه کرد که ناگزیر من رفتم. من فکر کردم که نزدیک از روح عمر پرواز کند. صدایش بلند شد و گریه میکرد. همسرش میگوید من رفتم. من نزدش گفتم عمر جان چرا گریه میکنی؟ عمر جان چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ تو حتما از چیزی میترسی؟ چیزی تو را آزار داده؟ عمر فرمود من نماز خواندم، بعد از نماز به یاد این افتادم که روز قیامت وقت خدا مرا به پیشگاه خود احضار بکند و حاضر بگرداند و من بگوید ای عمر، تو خو حاکم سیاه‌پوست و سفیدپوست و خرد و کلان و بزرگ کوچک بودی، آیا تو خبر داشتی که فقیر و درویش و بیوه در این سرزمین و ملکت گرسنه نبود؟ عمر میگوید من نمیدانم که چی دلیلی به پیشگاه خدا بیاورم، ترس من از این است، من نمیدانم چی دلیلی به پیشگاه پروردگار بیاورم. روزی از روزها مسلمه و هشام میآید به نزد فاطمه همسر حضرت عمر، پرسان میکند عمر ابن عبدالعزیز را، میگه درباره از اون چیز ما بگو. فاطمه میگوید شب از شبها من از خواب بلند شدم، گریه عمر مرا بلند کرد، دیدم که سر جای نماز استاده است، سر جای نماز استاده است، آیه از کتاب خدا را تلاوت میکند که در سوره القارعه است. بسم الله الرحمن الرحیم یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. این آیه را تلاوت میکند، میگه وقتی این آیه را تلاوت کرد چیغ زد عمر بیهوش به زمین افتاد، چیغ زد عمر بیهوش به زمین افتاد. معنای آیه این است روزی که یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، روزی که انسان ها مانند پروانه ها پراگنده هستند، پدر از پسر، مادر از دختر، همسر از همسر فرار می کند، روزی که هیچ کسی چیزی به دردش نمی خورد. یوم لا ینفع مال ولا بنون، نه مال به درد کسی می خورد، نه فرزند به درد کسی می خورد، فقط اون روز قلب پاک به درد می خورد، قلب سلیم به درد می خورد. وقتی این آیه را عمر تلاوت می کند و تکون الجبال کالعهن المنفوش، روزی که کوها مانند پشم رنگ شده باد می شود، این کوهای عظیم و بزرگی که تو می بینی عزیز من، روز قیامت مانند پشمی که رنگ داده شده دیگر دوباره با هم نمی چسبند، اندک باد اون را با آسمان بلند می کند، این کوهای عظیم در روز قیامت مثل همون پشم پراگنده می شوند به آسمان. میگه من رفتم سر عمر را به سر زانی خود گذاشتم، بعد از لحظات به هوش آمد و گریه میکرد. آنقدر عمر گریه کرد که تمام شب صبح شد تا زمانی که مؤذن اذان داد عمر فریاد میزد و گاه وقت به زمین میلولید تا اینکه مؤذن اذان داد رفت به سمت مسجد. جوان است، 27 سال سن دارد، حاکم میشود. امروز وقتی جوان یک موبایل میخرد به دست خودش چقدر تغییر می کند، چقدر خودنمایی می کند، چقدر قول با تکبر می کند که من موبایل دارم، موبایل من آیفون است. وقتی جوان موتر می خرد چقدر قول با تکبر برش پیدا می شود، چقدر تلاش می کند که به مردم اذیت برساند. ولی عمر سلس کره زمین حکومت می کند. از زمان که عمر به خلافت می رسد دیگر غذای درست نمی خورد. روز از روزها روز جمعه است، تمام مردم انتظار عمر را میکشند که چی وقت بیاید در سخنرانی شروع بکند، ولی عمر دیرتر به سمت مسجد حرکت میکند. وقتی نماز به پایان میرسند به عمر، از عمر پرسان میکنند عمر جان چرا امروز دیر به مسجد آمدی؟ یا امیرالمؤمنین، میگوید لباسم چرک شده بود و ششم دیگر لباس نداشتم، دیگه لباس نداشتم، انتظار کشیدم تا لباس من پاک خوش شود، بعد پوشیده آمدم به سمت مسجد. روز از روزها در صف اول نشسته است، بعد از نماز جمعه مردم توجه میکنند که از پشت سر هم یک پینه به لباس عمر است، از پیش روی هم یک پینه دارد. با عمر میگوید ای عمر چی میشود که یک لباس زیبایی، تو امیر مؤمنان هستی، یک لباس زیبایی برای خود انتخاب کنی؟
حضرت عمر میگه من تواناییش را ندارم، میترسم که روز قیامت خدا رو مرا داخل جهنم بیندازد. من از بیت المال مسلمین چیزی بر نمیدارم. عزیز من، به خدا قسم این شخصیت برجسته و وارسته چنان تقوا و پرهیزگاری را پیشه کرد، چنان از خدا میترسید، چنان گریه میکرد، چنان تواضع و شکستگی داشت که روز از روزها کنیزه دارد. به پیش حضرت عمر میاد، به حضرت عمر با پکه باد میزند که عمر بخوابد. بعد از این که پکه میکند عمر میخوابد، بعد از لحظات عمر ابن عبدالعزیز از خواب بیدار میشود که کنیز را خواب برده، پکه را به دست خود میگیرد، کنیز خود را پکه میزند. بعد از چند دقیقه کنیز بیدار میشود، بسیار ترسیده از جای خود بلند میشود، معذرت میخواهد که من اشتباهم خوابم برد. عمر میگه نه، تو هم مثل من انسان هستی، تو هم مثل من انسان هستی، من میترسم که روز قیامت به تو هم ظلم کرده باشم.